شبات شلوم، خیلی خوش اومدین. این شبات معروف هست به شبات شووا، از کلمه تشووا میاد. شبات شووا یعنی شباتی که بر میگردونیم، عوض میکنیم، تغییر میدیم. شباتی که همیشه بین روش هوشانه و یوم کیپور قرار میگیره و ریدینگی که از تورا داریم پارشای ویلخ هست. پارشای ویلخ کوتاه‌ترین پارشای توراست، فقط 30 جمله بیشتر نداره، کوتاه. ولی میدونیم که هر چیزی که کمه بیشتره، the less is more. اگر معنی کابالیستیکی این شبات رو بخوایم درک بکنیم، بسیار ساده است. ما میدونیم که هر شباتی برای خودش انرژی خودشو داره، نور خودشو داره، هدیه خودشو داره. شبات بین روش هوشانه و یوم کیپور، شبات شووا، شباتی هست که ما میتونیم یک تغییر بسیار بسیار بزرگی رو هم در زندگی خودمون انجام بدیم، هم در سراسر دنیا. دو روز زیبای روش هوشانه‌ای که داشتیم، تفیلای بسیار زیبایی رو که داشتیم و بلوینگ شوفاری که داشتیم، یاد گرفتیم که کاری که در دو روز روش هوشانه انجام میدیم با بلوینگ شوفار، یک بار دیگه تکرار میکنم احتمالاً برای کسانی که تشریف نداشتن اینجا، ما یاد میگیریم که هر سال آغاز ماه تیشری خدا برای ما 13 نور مختلف رو از 13 کانال مختلف که اسمش هست 13 تا خصوصیات عشق خدا، مهربانی خدا، مرسی خدا پخش میکنه توی دنیا، نوری که تا حالا در دنیا نبوده. 13 تا نور مختلف که من و شما بهش احتیاج داریم که در هر گوشه ای از زندگیمون به خوشبختی کامل برسیم، به صلح و صفای کامل برسیم، به آرامش خاطر برسیم و به تندرستی کامل برسیم. این 13 تا نور که از سورسی میاد که بهش میگن آریخانپین، از 13 تا کانال مختلف از دنیای بینا و از دنیای زهرمپین میاد توی دنیای ما. یاد گرفتیم در روش هوشانه که کمبود نور نیست. نور همیشه بر ما میتابه. خورشید همیشه میتابه. علارغم این که ما در کره زمین چه کنیم یا چه نکنیم، خورشید با ما قهر نمیکنه. خدا با ما قهر نمیکنه. این ما هستیم که به خاطر کارهایی که انجام دادیم، فکرهای نگتیوی که کردیم، خدایی نکرده زبون نگتیوی که صحبت کردیم یا کار نگتیوی که کردیم، این 13 تا شاهراه نور رو کلاگ میکنیم، میبندیمش. درست مثل کلسترول که میاد شاهرگهای خدایی نکرده بدن رو میگیره و احتیاج داریم که این شاهرگا باز شه که دوباره نور به ما برسه، کاری که در دو روز روش هوشانه میکنیم اینه که میایم این شاهرگا رو باز میکنیم. با صداهای مختلف شوفار یاد گرفتیم، با صداهای تکیا، شواریم، تروا، تمام این شاهرگا رو باز میکنیم که این 13 تا نور مختلف رو بیاریم توی زندگی، باز کنیم این شاهرگا رو. این جراحی رو دو روز روش هوشانه انجام دادیم، شاهرگا رو باز کردیم، این 13 تا نور مختلف رو از آریخانپین میاریم توی دنیامون، میاریم توی زندگیمون. ولی چه به سر اون کلیپاهایی میفته که در این شاهرگا قرار گرفته بودن؟ چه اتفاقی میفته برای این کلسترول هایی که شاهرگا رو گرفته بودن؟ ما در فیزیک یاد میگیریم که انرژی از بین نمیره. انرژی از بین نمیره. یعنی اگر که من در دو روز روش هوشانه این شاهرگا رو باز کردم، ریموف کردم این زائده هایی که با
باعث میشه که من نور خدا رو دریافت نکنم، با این زاده‌ها چه کار میکنیم؟ با این ویست هایی که اسپریچوال هست چه میکنیم؟ میدونیم این روزا که وقتی که یک کارخونه ای رو شما اگر تلویزیونتون هم خراب شه مجبوری تلویزیونتون چیزای الکترونیکیتون رو بدین یک جایی که اینها رو درست ریستورش کنن، نمیتونیم بندازیمش توی آشغال، بندازیمش بیرون، ویست میشه، از خودش ویست به وجود میاره. ویست های متافیزیکلی که ما به وجود آوردیم در سال گذشته چه اتفاقهایی وسطشون میفته؟ این شاهرگا که باز کردیم، تجسم کنین یک عمل جراحی، یک دکتری میاد و توسط یک جراحی اون زائده هایی که شاهرگا رو گرفته رو ساک میکنن، باز میکنن. چه کار میکنن با اون ویسته؟ اگر این ویسته تغییر پیدا نکنه، خدای نکرده دوباره اینا شروع میکنن رشد کردن. من و شما نمیتونیم خاک کنیم اون ویست ها رو، باید تغییرش بدیم، باید تغییرش بدیم، ماهیتش رو تغییر بدیم. کار ما در این دنیا تغییر دادن، عوض کردن، شوبا کردن تاریکی به روشنایی. اون نوری که من و شما به وجود میاریم نور خدا نیست. نور خدا آردی در دنیای ما هست. خدای نکرده ما به خاطر افکار بدمون، زبون بدمون، حرکت بدنمون ویست به وجود میاریم، ویست های نگتیویتی به وجود میاریم. و این ویست ها، این انرژی های منفی باید تغییر پیدا کنن. نمیتونم خاکشون کنم. وقتی که من تصمیم میگیرم که تشوا کنم، من تصمیم میگیرم که من یک مسئله دارم، من عصبانی میشم، من انگر ایشو دارم، I have anger issues، و با خودم عهد میکنم که این انگر ایشوهای من که این شاهرگ ها رو بستن و نگذاشتن که من نور رو دریافت کنم، با خودم عهد میکنم که دیگه عصبانی نشم، که دیگه عصبانی نشم، دیگه خشم به خودم نگیرم و این شاهرگ ها باز بمونن. چه اتفاقی میفته برای تمام اون خشم هایی که در طول زندگی داشتم؟ تمام اون فریادهای احمقانه‌ای که زدم، تمام اون کامپلین‌های احمقانه‌ای که کردم، تمام فکرهای نگتیوی که کردم از بین نمیرن، حرکت میکنن توی کازموس. میگن اگر دقت بکنید صدای بیگ بنگ رو میفهمید، اگر توی سپیس ها برید صدای ده فرمان رو میفهمید، گریه بچه ها رو هنوز میفهمید، خنده بچه ها هم هنوز میفهمید، صدای جنگ جهانی دوم هنوز در کازموز شنیده میشه، انرژی از بین نمیره. من و شما فقط میتونیم ماهیت این انرژی رو عوض بکنیم، تاریکیش رو تبدیل به نور بکنیم. تنها نوری که من و شما به وجود میاریم اون نوری هست که تاریکی رو عوض کرده باشیم. ربای برد برای ما توضیح میداد وقتی که در یک اتاق تاریکی میریم و یک پریز برق رو روشن میکنیم، نور میاد و این تاریکی از بین میره. کجا میره؟ ما میدونیم که در اسپیس یک منطقه هست بهش میگن بلک هول، که عقیده دارن که این ویست های نگتیویتی میره در این بلک هولا، در این مخزن های تاریک. ولی باز وجود این بلک هولا در کازموز وجود داره، یعنی باز منطقه های تاریک وجود دارن. پس چطور من تغییر میدم تمام اون اتفاقهایی که باعث شده من در پارسال، سالهای گذشته، زندگی گذشته عصبانی شدم، حرف بد زدم، حرف قودش نزدم، کار قودش نکردم،
چه اتفاقی میفته برای تمام اون انرژی ها. درسته من تشوها کردم، قول میدم که دیگه ناراحت نشم، دیگه عصبانی نشم، دیگه کامپلین نکنم، فقط نور ببینم. Beautiful. ولی what about all those wasted energy that I created؟ چه به سرشون میاد؟ در کازموز میمونن؟ The good news، خبر خوب این هیه که پارشای ویلخ، کوتاه‌ترین پارشای تورا، شبات شووا، یعنی شباتی که تغییر میتونم من بدم، من میتونم تمام اون نگتیو اسپکت هایی رو که به وجود آوردم رو تبدیل به نور کنم، میتونم کاملا ماهیتشون رو عوض بکنم، میتونم یک تغییر متافیزیکلی به وجود بیارم روی تمام افکار نگتیوی که داشتم. میدونم سخت باور کردنش، چطور ممکنه یک شبات یک پارشای به این کوتاهی بخونیم و من تغییر بدم تمام اون انرژی های نگتیوی که به وجود آوردم؟ How could it be possible؟ به نظر لاجیکال نمیاد، به نظر منطقی نمیاد. من سالها زندگی کردم، عمرها زندگی کردم، دلیلی که هنوز دارم زندگی میکنم به خاطر که یک عالمه بدهکاری دارم، یک عالمه کرکشن دارم. I've created so much negativity. یه شبات بیام بر این برخا رو گوش بکنم، دل بدم، روحم و جسمم رو بدم به این پاراشا و تمام اون نگتیویتی ها عوض بشه؟ How could it be؟ چطور توقع میتونه یک آدم لاجیکال، یک آدم منطقی کاملا اینو از پنجره میندازه بیرون؟ چطور ممکنه؟ میگن در یروشلایم رابای کدوری، یکی از بزرگترین کابالیستایی که چند سال گذشته از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، یک روز میفهمه که یک عربی هست در یروشلایم، یک عرب سوریه‌ای، همین سوریه‌ای که پر از تاریکی است امروز، یک عرب سوریه‌ای است که هر کی اشکالی داره، مسئله‌ای داره، سوالی داره، میره پیش این مرد، میره پیش این مرد عرب سوریه‌ای، و این مرد عرب سوریه‌ای نه ملاست، نه ربای، نه آخونده، یک آدم ساده ساده است، عربه. میرن پیش این و هر کی هر چی سوالی داره، درخواستی داره، آرزویی داره، میرن پیش این و این جوابشون رو بهشون میگه. رابای کدوری پیش خودش میگه این دیگه چی میدونه؟ Who is this guy؟ میره باهاش دوست میشه بعد از یه مدتی، میخواد رازشو درک بکنه، ببینه چه رازی داره این مرد عرب سوریه ای. What does he know؟ چه کار میکنه؟ سیکرتش چیه؟ یک مدتی باهاش دوست میشه، وقتی که اعتمادشو پیدا میکنه میگه تو چه کار میکنی؟ چی داری؟ سیکرت تو چیه؟ چه انرژی داری؟ چه قدرتی داری؟ اول از رابای کدوری میخواد که 40 روز تعنیت بگیره، بعد ازش میخواد که چند بار بره توی مکوه، بعد بهش میگه من رازمو بهت میگم. میبردش توی خونش، از در یک گنجهی به باکسی رو در میاره، میگه در این باکس من چیزی دارم که هر وقت سوالی ازش دارم، هر وقت چیزی رو ازش میخوام بفهمم، در این باکس یک چیزی وجود داره که جواب منو میده. رابای کدوری میگه چی ممکنه باشه تو این باکس؟ چی داری تو؟ باز میکنه، میبینه یه پارچمنت هست. پارچمنت همون پوستی که روش تورا مینویسه و روش 4 حرف یود، هی، واو، هی هست. میگه This is it. اینه. تو با این معجزه میکنی؟ تو با این جواب همه رو میدی؟ میگه من هر وقت سوالی دارم، هر وقت خواهشی دارم، هر وقت آرزوی دارم، هر وقت یکی میاد پیشم و از من یه چیزی میخواد، من میام نگاه این حروف میکنم و این حروف ها شروع میکنن روشن شدن، بزرگ شدن، قدرت پیدا کردن، نور پیدا کردن و من جوابمو میگیرم.
به همین سادگی، به همین سادگی. یعنی اگر من و شما ایمان داشته باشیم، سرتنتی داشته باشیم، امونا داشته باشیم که همین انابه کواخی که من خوندم دنیا رو عوض میکنه، همین تورای امروز، پارشای ویلخ، سرنوشت دنیا رو عوض میکنه، تمام تاریکی ها رو تبدیل به نور میکنه، همه چیز رو برای من تغییر میده. بی جهت نیست اسم این شبات رو گذاشتن شبات شووا، شبات برگشت، شبات تغییر، شبات ترانسفر. All it takes is certainty. من و شما انقدر با این حروف عادت داریم و عادت میکنیم، شما اسرائیل میخونیم حواسمون تو بیزنسه، انا به کوخ میخونیم حواسمون توی رابطه هاست، مزوزا رو میبینیم بوس میکنیم و میریم بدون اینکه ریالایز کنیم چیه این مزوزا. من اگر سرتنتی داشته باشم به مزوزام، اگر من سرتنتی داشته باشم به مزوزام، هیچ اتفاقی در خونه من نمیفته. من اگر سرتنتی داشته باشم به تفیلیمی که میبندم، تمام فرشته هایی که اون روز دور من جمع میشن تا آخر روز منو پروتکت میکنن. It has to do with your emuna, with your certainty. جدی گرفتنش. شبات بین روش هاشونا و کیپور is no joke. یک چیز ساده نیست. شباتی است که من و شما میتونیم دنیایی رو که انقدر به هم ریخته، دنیایی که انقدر آشوب درش هست. اگر هفته پیش مناظره این گروه ریپابلیک رو میدیدید، این 11 نفری که روی تریبیون وایساده بودن، من فکر کنم تمام آقایون و خانمایی که در این کلیسا هستن کانشسنسشون بالاتر از این هست و اینها میخوان بزرگترین کشور دنیا رو رهبری کنن. اون وقت هست که میفهمیم ما چی هستیم، نشامای ما چیه، یک سول بن اسرائیل چیه، چطور ما میتونیم دنیا رو عوض کنیم، چطور میتونیم با امونا سرنوشت دنیا رو عوض بکنیم، نور و روشنایی رو بیاریم، تغییر بدیم. این تغییری که در دنیا احتیاجه در همین 10 روز سرنوشتش نوشته میشه، در همین 10 روز روششنات و یوم کیپور. من و شما هستیم که این یوم کیپور سرنوشت امسال دنیا رو میمیسیمش، حکش میکنیم. لذت هشم موفق میشیم، روشن میکنیم دنیا رو، عوض میکنیم به خوبی و خوشی. آمین. آمین.